وطندارای بسیار عزیز ما سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد در هر جایی که هستین خداوند شکرگزار هستم برای یک وقت دیگه یک موقع دیگه که خداوند برای ما عطا کرده تا که به حضور خداوند بیایم و او را شکر باشم با تمامی دل و جان خداوند شکرگزار باشم به خاطر از اینکه او نفس زندگی را امروز باز برای ما عطا کرده تا که ما او را عبادت بکنم شکرگزار باشم در ای که من نه تنها اما قسمی که حکم خداست برای ما که خداوند خدای خدا با دل و جان دوست داشته باشم بلکه حکم بعدی که مطابق به حکم اولی است ما تمامی انسان ها را که همسایه ما است تمامی انسانها ها را که خداوند برای ما حکم کرده دوست داشته باشم بله حتی کسی که با ما دشمنی میکنه او را هم دوست داشته باشم چرا انسان‌ها در این مصائب در این مشکلات در این رنجش انتقام و کینه و بغض و عدوت هستند به خاطر از اینکه کلام مقدس خدا میگه که ما همه انسانها ها گناهکار هستیم و از جلال خدا به زیر افتاده ایم و اما ای داستان در دا خلاص نمیشه کلام مقدس خدا را وقتی که ما میخوانیم در رساله به رومیان ما میخوانیم که انسانها ها درست است که گناه کردند و از جلال خدا محروم است و اما خداوند تهیه نجات بر ما دارد او محیا کننده هست ما می که حتی یک نفر نیست که عادل باشه کسی نیست که بفهمه و یا جویای خدا باشه همه آدمیان از خدا رو گردانیده همگی از راه راست دور شده اند یک نفر حتی یک نفر نیکوکار نیست گلویشان مثل قبر روباز است زبانشان را برای فریب دادن به کار میبرند و از لبهایشان سخنان مهلک مانند زهر مار جاری است دهانشان پر از دشنامهای زننده و بدی است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است به هر جا که می روند و ایرانی و بدبختی به جا می گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد در حقیقت بسیاری از ما انسان ها وقتی که ما در مورد خدا پرسی صحبت می کنیم فکر می کنیم که علمو اعمال زشت ما که قتل می کنیم و در نام خدا بعض چیزهای وحشتناک انجام می دیم فکر می کنیم که ای را ما برای خدا انجام دادیم در حالی که خداوند میگه که لازم نیست که از جانب ما خدا باشی بر روی زمین درست است که ما خودت اشرف المخلوقات ساختیم درست است که ما تو را به صورت خود آفریدیم و اما ما تو را به خاطر از که انسان ها را محبت کنی به خاطر از که تمامی انسانها ها را به همو ترتیبی که ما فیض نشان میتم رحیم استم بر ازوا شما هم فیض نشان بتین و رحیم باشین متوجه باشین اینمیم روزی که ما نفس زندگی را داریم صبح وقت از خواب برخواستیم با ما بسیاری های دیگه ای که ما با ما موافقت نمی کنیم با زندگیشان با ترتیب زندگیشان با گفتار نشست و برخواستشان ما موافق نیستیم واره هم خداوند نفس زندگی را داده پس خداوند از ما چی میخوایه؟ خداوند از ما میخواد که ما از گناهان خود توبه بکنیم وقتی که یایا ای ما برای شما خواندم از رساله رومیان فصل سه مطابق از این وقتی که ما چهار طرف خود دنیای خود میبینیم چقدر در جنجال ها قرار داریم ام صبح ما در خبرهای بی بی سی شنیدم که متاسفانه یک ملا یک ملا در افغانستان به خاطر خصومت شخصی به خاطر از ای که او زن و اولاد داره و خواسته که یک زن نو بگیره و دختر دوازه ساله خود به خاطر از این زن نو خود برای از او خیشای خود خیشای نو خود داده تا که این زن ها حاصل بکنه و وقتی که جانب دیگه که یعنی خیشای زن دیگهش اعتراض کردن تفنگ گرفته و تمامی از کشته یعنی این شخص و روحانی میخوانن این شخص و به این ترتیب جلوه میتن که نه این کار خدا را میکنه چیزی که این کده زن دیگه ای که گرفته ای هم از جانب خداست در حالی که خداوند ای را برای ما هرگز اجازه نمی وقتی که ما عهد عتیق در عهد عتیق این چیزها را ما میبینیم که بعضی از مردای خدا زنهای بسیار زیادی داشتند و اما در هیچ جایی ما نمیخوانیم که خداوند برشان حکم کرده باشه که شما زنهای زیادی بگیریم خداوند وقتی که آدم ساخت او یک زنه از قبر غیش کشید یک زنه دو زن نه به این معنا که وا یک جسم می باشند یک جسم می باشند به همون ترتیب وقتی که زن و مرد یک جای میشه در رشته مقدس ازدواج و یکی میشن و خدا نمیخوای دومی در ایجا و اما ما انسان هستیم به خاطر مشکلات که داریم و این مشکل ما بسیار عمیق است و چیست؟ ای گناه است با این گناهی که داریم تمامی از چیزهایی که در دنیا در مشکل هستیم درش نتیجه گناه هست و اما خدا میخوای که ما را از این گناه نجات به تعظمی خاطر کلام مقدس خدا بعدا میگه ما میدانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند زیرا هیچ انسان در نظر خدا با انجام احکام شریعت احکام دینی احکام روحانیت عادل شمرده نمیتونند کار شریعت است که گناه انسان را بشناسد شریعت خدا مقدس است شریعت خدا معیار قدوسیت خداست و ما به او معیار رسیدن میتونیم پس شریعت برای ما چی نشان میده که ما گناهکار هستیم شریعت دیگه کار نمیتونه که ما را نجات بده مثل آینه است که ما شکل خدا میبینیم و میبینیم که چی نقص داریم شریعت به همین ترتیب برای ما میگه که ما گناهکار هستیم اما اکنون عدالت خدا که تورات و پیامبران بر آن شهادت داده به ظهور رسیده است بدون در نظر گرفتن شریعت فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را عادل می شمارد زیرا هیچ تفاوتی نیست فرق نمی کنه که شما کی هستیم در کدام موقعیت قرار داریم اگر شما از گناهانتان توبه میکنین خداوند شما را نجات می میگه هیچ تفاوتی نیست همه گناه کردند او ملا هم گناه کرده ما حسین اندریاس هم گناه کردم هر کسی که شما میشناسین در چهار طرفتان تماما گناهکار هستند ما در دنیای گناه قرار داریم هیچ تفاوتی نیست همه گناه کردند و از جلال خدا کم آمدند اما با فیض خدا همه ما با فیض خدا فیض یعنی چی؟ مدد مفت خدا برای کسایی که لایق مدد خدا حتی نیستن یعنی ما همه انسان ها اما با فیض خدا همه به وساطت ایسای مسیح که خونبه های آزادی آنهاست به طور رایگان عادل شمرده می شوند خدا مسیر فرستاد تا که ما به او روی بیاریم از گناهان خود توبه بکنیم و بگوییم خدایا مرا ببخش که من گناهکار هستم مرا ببخش که من گناهکار هستم و من خود من نمیتونم که خدا نجات بتم و اما تو خدای نجات دهنده هستی او وقت وقتی که ما خود تسلیم خدا میکنیم خداوند ما را قبول میکنه و خداوند ما را در راه نیک هدایت میکنه ای به این معنا نیست که ما از ما دوباره گناه سرزد نمیشه و اما ای به این معناست که ما خود تسلیم خدا میکنیم و کوشش میکنیم که خدا را و انسان ها را دوست داشته باشیم از قتل از غارتگری از این بدبختی ها از این انتقام گیری ها نجات بیافیم در سفر ما در اسرائیل ما در وادی ایلا هم رفتم جایی که داود جولیات شکست داد ما هم جولیات هایی در زندگی خود داریم که باید شکست بتیم نه به زور خود نه به حکمت خود بلکه به زور و حکمت خدا ما باید خود تسلیم خدا بکنیم وقتی که ما زبور پنجاویک می خانم در اینجا نشست طلب آمرزش داوود داود که قدر مرد عظیم خداوند بود مرد که از قلب خداوند بود برخلاف خداوند گناه کرد و اما او آمرزش خواست از گناهان خود و خداوند او را بخشید و خداوند از طریق از او هم وعده داد که نجات بشر در این دنیا بیاید به این برنامه را که ما در وادی ایلا در اسرائیل ثبت کردم در مورد از این داستان بسیار خوبصورت ببینیم ما به وادی ایلا رسیدیم جایی که داود لشکر بسیار بزرگ فلسطینی ها را در نام خداوند یهوه شکست داد و بزرگ مردی از واره که قد و قامتش میگن سه متر یعنی نو فوت بوده او را با یک سنگ در پلخمان و پیشانیش شکست داد داستانیست است که در کتاب مقدس در فصل همه اول Uh, ساموئل ا می بینیم و ایرا در, در کلام مقدس خدا میخوانیم وادی اله بسیار وادی مقبول است بسیار شاداب و سرسبز و اما قسمی که در کلام مقدس خدا نوشته است در فصل قبلیش که فصل 16 با شما میبینیم که خداوند نبی خود نبی خود رایی میکنه در خانه یسا که داود داود نبی را مسح کنه برای پادشاهی اسرائیل و در فصل هفته اومش ما میبینیم که هنوزم داود چوپانی میکنه او حقیر است پیشه حتی پدر خود و برادرایش هفت برادر داشت سه تایش برادرای جنگی بود که در در فوج شال خدمت میکد و اما داود حقیر میدنیست و اما داود وقتی که از وقت پدرش رایی کرد که برو برای برای برادرایت یک کمی نان ببر و برای قماندان های یک پنیر ببر و بیبی بی که برادرای زنده است نیست چطور است حوالش برای ما به ثبوت بیار دوج است که داود دا در مورد هزی فلسطینی که جلیات است و یا گلای که کتاب مقدس انگلیسی نوشته است میشنوه و او را غیرت میگیره میگه چطور لشکر خدای زنده را او با بی حرمتی در موردش صحبت میکنه لشکر لشکر اسرائیلی ترسیده بود لشکر شاول ترسیده بود واقعا قامت قد و قامت از او چه قبلا نو آ آ فوت نو فوت یک قدر بلند و واقعا ترسیده بود و اما داود غیرت گرفت داود گفت من در نام خدای زنده میروم ایره شکست میتونم شال هرچندی که برش گفت که متوجه باشی ای نوجوان او بسیار مرد جنگی از جوانی با تلوارها و غیره بازی کرده از نوجوانی او مردم را شکست داده داود گفت که من هم یک چوپان هستم وقتی که من چوپانی می کنم وقتی که درنده ها مثل خرس شیر حمله میکنه بالای گوسفندای من من محافظت میکنم از وا و وارا میکشم ای فلسطینی چیست و در میدان میره و در نام خداوند او فلسطینی را شکست میته و ما داستان شیدین داود و غیرت شبر خداوند یهوه در این فصل خصوصا می خوریم و فصل بعدیش البته فصل 18 ما دوستیه که بین پسر شاول و یوناتان است مطالعه میکنیم اما امروز ما در مورد داود که با پلخمان و سنگ فلسطینی بلند قامت و دیو قامت بگوییم جولیات شکست میته ما این را درک میکنیم بخاطر که کسی که دکتر دندان است مسیحی بسیار خوب برادر بسیار عزیز است جان بونستیل شش فوت بلند است یعنی دو متر بلند است و واقعا بلند است وقتی که ما او برادر عزیز ما بعض وقتا جور پرسانی می‌کنیم. هر هرچند که او آمریکایی است و از وست ورجینیا است و در اصلش آه آه از دچ هست در اصلش هلندی است پدر پدرایش از هالند آمدند ایجا ما ریزگک مالو میشیم در پالوی زو من میفهم که داود نوجوان در مقابل نو فوت شخص چطور معلوم میشده بسیار جالب است بسیار بسیار هم جالب است و اما او در نام خدای زنده ای کار را میکنه هرگاه ما در نام خداوند زنده استادگی میکنیم خداوند ما را خداوند ما را پیروزی میبخشه و داود خداوند پیروز ساخت بر ای مرد بلند قامت که تمامی اسرائیلی ها ازش ترسیده بودن و اما ای چوپانک بله او را چوپان یک بچه دیگه هم دارم هفته بچه دارم این از جا انتخاب کن پادشاه ولی خداوند میخواست داود انتخاب بکنه و داود در ای وادی که شما میبینین پایین در ای وادی خداوند جولیات مرد دیوقامت مرد بلندقامت مرد 9 فوت و یا سه متره که هر روز میامد هر روز میامد آیا یک مرد جنگی در اسرائیل پیدا نمیشه که در مقابل ما باشه و مرا شکست بده اگر مرا شکست دادین ما تماما غلامتان میشیم داود دا غیرت گرفت غیرت گرفت او در نام خداوند یک سنگ برداشت یک سنگ برداشت یک سنگ چون که او چوپان بود یک سنگ برداشت در ای وادی و سنگ در پلخمان خود ماند و زد شکست داد شکست داد او کسی است که در نام خداوند این کار را کرد ایار و ای یاره ای میوم دایچ کس چوبون متو کی باشی باله آلا تو خامی دی مرا سونی آوی روو هم رهبر متوی یا John Mammairi, Astum Mato Zadam, Baldin Omi Masiho, drom matar soy asoy tu hasta تحقیق <applause> میده تو مرا من کنی دشمن مسح منی تو سرم خون تلی کاسا لبرز من سر کوه هستم وطندارای بسیار عزیز ما که ایرا وادی ایلا میگن وادی ایلا بسیار وادی قشنگ است ای کوه هم پر از گلها هست هر طرفش پر از گلها است. بسیار بسیار دلپذیر بسیار قشنگ و بسیار خوبصورت است اگر شما مزامیر را میخوانیم در مزامیر در مورد طبیعت گفته شده که خداوند طبیعت چطور جلال میته و اما امروز ما در مورد یک داستان تاریخی صحبت میکنیم در ایجا ما استاد استم از کلام مقدس خدا بر شما یک چیز تاریخی را میارم سه هزار سال پیش میریم در زمان سموئیل نبی در, در, کتاب اول سمویل فصل هفته ما در مورد شکست یک مرد بلند قامت و یا دیو قامت فلسطینی صحبت می کنیم جلیات و یا گلایت اما قسمی که در لسان انگلیسی او را می خوانند ما از ترجمه دری کتاب مقدس می خوانم در فصل اول نوشته, است فلسطینی ها سپاه خود را برای جنگ در سکوه و در سرزمین یهودیه جمع کردن و در افس دمیم بین سکوه و عزیقه اردو زدند و ای جای شما در ای وادی میبینین در ای منطقه میبینیم و فلسطینی ها به یک طرف اسرائیلی ها در طرف دیگر خیمه زدن جنگجوهای هر دو طرف میخواستن که مد مقابل باشند و بسیار وقت فلسطینی ها با نعره های اختاریه بر اسرائیلی ها و در خصوص یکی از وا جولیات و هر روز می آمد در کلام خدا نوشته است یک از پشت دیگه می آمد و اختار میداد و با آواز بلند که بین شما اسرائیلی ها حتی یک نفر هست که مرا شکست بده و اگر شکست بده ما تماما غلامتان میشیم ای داستان در دا فصل اول سمویل می ما و می که از آیاتی بر شما بخوانم. فلسطینی ها سپای خود را برای جنگ در سوکو در سرزمین یهودیه جمع کردند و در افسدمین بین سوکو و عزیقه اردو زدند و همچنین شاول و مردان جنگی اسرائیل جمع شده در دره ایلا اردو زدند که شما دره ایلا را مستقیما میبینیم در ری ای ایلا اینمی است و در اینجا در کلام خدا نوشته است که شال با تمامی لشکر خود لشکر اسرائیلی در دره در ایلا یا اردو زدن و یک خط دفاعی در مقابل فلسطینی ها تشکیل دادن فلسطینی ها در یک طرف بالای کوه استادن و اسرائیل بر کوه مقابل طرف دیگر سنگر گرفتن در حال که دره در بینشان قرار داشت متوجه میشیم که در ره بینشان قرار داره در یک سمت ما هستم و در یک سمت هم که سمت مقابل از شما میبینید در دو سمت ای دو لشکر قرار داشت فلسطینی ها و اسرائیلی ها ما در اینجا میخوانیم آنگاه مرد مبارز به نام جولیات که از اهالی جت بود از اردوی فلسطینی ها به میدان آمد قداور و حدود سه متر یعنی تقریبا نو فوت بود کلاهخود برنجی بر سر ذره برنجی بر وزن به وزن 65 کیلو 65 کیلو بتن و, و, و ساقپوش برنجی به پا داشت یعنی ذره که او پوشیده بود از وزن ما کده زیادتر بوده چه قسم یک مردی بوده ای متوجه باشین زره ای که او پوشیده از وزن مکده زیادتر بوده و ساق پوش برنجی به پا داشت و شمشیر برنجی در کمرش بود و چوب نیزه اش مثل چوب کارگاه بافندگی و سر نیزه اش از آهن و به وزن هفت کیلو بود اصل بردارش پیش روی او با سپر بزرگ میرفت و در آنجا ایستاده و با صدای بلند خطاب به سپاه اسرائیل گفته آیا ضرور بود که با این همه سپاه برای جنگ بیایید من از طرف فلسطینی ها یعنی یک نفر من تنها از طرف تمامی فلسطین من یک نفر از تمامی از طرف تمامی فلسطینی ها به شما ایجا آمدیم که اختار بیتم ما آمدیم که در مقابلتان بجنگم من از طرف فلسطینی ها به میدان آمدم و شما هم از مردان شال هستید یک نفر را از طرف خود برای جنگ با من بفرستید اگر بتواند با من بجنگد و مرا بکشد ما همه خدمتگار شما میشیم و اگر من بر او غالب شدم و او را کشتم در آن ش... صورت شما غلام من غلام ما میشوید و خدمت ما را میکنید او اضافه کرد من امروز سپاه اسرائیل را خجل می سازم پس یک نفر را برستید بفرستید تا با من بجنگد وقتی شال و سپاه اسرائیل سخنان او را شنیدن جرات خود را از دست دادن و ترسیدن بسیار یک مرد بلند قامت واقع که ما می بینیم در مقابل یک سپاه ایستاد است و واره میگم گم تنها آمدیم که بجنگم دکتر دندان ما جان شش فوت بلند است شش فوت بلند است و وقتی ای بسیار دوست عزیز ما هم است خداوند برکتش بده تعمی استودیوی آواز مسیر ای شخص ساخته بسیار بلند قامت است وقتی که من در مقابلش استاد میشم در پالوی شیستاد میشم مثل, مثل یک تفلک باشم فکر کنین ای شخص سه فوت و یا یک متر اضافی بلندتر از دکتر بونستیل هست و چقدر وحشتناک است که در مقابل از این قسم شخصی اگر او بگوید که ما کتت می جنگم چقدر وحشتناک است اگر من یک سیلی بیزنه اونه رفته این بدر پیش خداوند ایسای مسیح یک ای آدم قوی بوده در این وقت است که داستان داوود پسر یسی باز هم در کلام خدا شروع می شما در فصل قبلیش میخوانیم که خداوند چطور این چوپانه ای نوجوان چوپانه مسح می کنه برای پادشاهی اسرائیل داود کسی است که پدرش و برادرایش او را حقیر می دانند هفت برادر دیگه داره و این هفت برادرش سه تا خانه است سه در میدان جنگ کت شاول اسکر هستند یا قوی و با قامت و با مهارت جنگی هستند اما داود یک چوپان است او خورتر است او یک در خانهش میگه یک چوپانک و یا یک داودک و غیره از امون خاطر وقتی که برای پادشاهی او را میخواین مصحب بکنن، نبی خداوند میاد در خانه یسای بیت لحمی میگه که خداوند یکی از بچه های تا مصحب میکنه برای پادشاهی اسرائیل اول بچه های تو بلند قامت خود و قوی خدا میاره میگه نه یکی از یا نیست حتی کدام بچه دیگه داره آه یک تا چوپان است رمه و گوسفند و دیگه و دیگه را میبره در کوها برای چراندن چوپان است اونموز که خداوند میخواید و او مس همیشه در ایجا میخوانیم که داود ظاهر میشه داود پسر یسای افراتی که از باشندگان بیت لحم و از قبیله یهودا بود هفت برادر داشت پدرش در زمان سلطنت شاول بسیار پیر و سال خورده بود سه برادر بزرگ به او بزرگ او به ترتیب سن به سن الیاب ابیناداب و شمع نام داشتند که با سپاه شال برای جنگ آمده بودند داود کوچکترین برادران خود بود آن سه برادرش با شال ماندند و خودش به بیت لحم برگشت تا از رمه پدر خود نگهبانی کند در عین حال آن فلسطینی تا چهل روز صبح و شام به میدان می آمد و مبارزه مبارز می طلبید چهل روز کلام خدا میگه چهل روز چهل روز می آمد و مبارز می طلبید یک روز یسا به داود گفت این جوال غله یک روز یسا که پدر داود بود به داود گفت این جوال غله بریان را با ده نان بگیر و هر چه زودتر برای برادرانت در اردوگاه ببر همچنین این پنیرها را هم برای فرمانده سپاه ببر و ببین که برادران چطور هستن و برای من احوالشان را بیار برای فرماندهان هم یک کمی توفه داد پنیر ببر تا که یک وسیله شوه مثل رشوت امروزی واری یسی ایره میگه بچه های خود دوست داره در میدان جنگ هستن ایره بو بر برازوا بته تا که وا خوش شوه و بتانی دا داخل بری و تو اجازه بیتا به ترتیب که احوال بچه های مره تو بیاری و در همین وقت شال و اساکر او در دره ایلا ایست دره ایلا در دره ایلا در ایجا نوشته است با فلسطینی ها در جنگ بودند داود صبح وقت برخواست و رمه را به با چوپانان با چوپان سپرد آزوخه را برداشت و قرار هدایت پدر خود ره سپار اردوگاه شد و دید که سپاه اسرائیل با فریاد با فریاد روانه میدان جنگ است لحظه بعد هر دو لشکر مقابل هم مقابل هم صف آراستند یعنی در مقابل هم ایستادند برای جنگ داود چیزهایی را که با خود آورده بود به پهردار داد و خودش به اردوگاه رفت تا احوال برادران خود را بپرسد در همین اسنا مبارز فلسطینی که نامش جولیات و از شهر جت بود از اردوگاه فلسطینی ها خارج شد و مثل دفعه پیشتر مبارز طلبید و داود شنید به مجرد که اساکر اسرائیل او را دیدن از ترس فرار کردند یعنی مرد ای قدر بلند قامت ای قدر قوی قدر کلان بوده که ما فکر می که اگر مر از یخن بگیره کلاچ میکنه با یک دست خود بدون کدام مشکل و ما این درک می کنم می چون داکتر ما شش فوت هست و ای نو فوت هست یعنی یک متر بلندتر از بونستیل و در کلام مقدس خدا ما می خوانیم که اسرائیلیا او را دیدن و از ترس فرار کردن و گفتن آن مرد را دیدید او آمده است که تمام سپاه اسرائیل را مسخره کند پاچا اعلان کرده است که هر کسی که او را بکشد پاداش خوبی به او می بخشد و دختر خود را هم به او می دهد و علاوتا تمام خاندانش از دادن مالیه معاف می شود داود از کسانی که آنجا ایستاده بودند پرسید کسی که آن فلسطینی را بکشد و اسرائیل را از این ننگ رهایی دهد چه پاداشی می گیرد؟ زیرا که این فلسطینی فلسطینی بی خدا چه کسی است که سپاه خدای زنده را این طور تحقیر و رشخن می کند؟ آنها برایش گفتند او همان پاداش را میگیرد که پیشتر گفتیم آلیج برادرایش نما بین می آید <تصفح> برادرای کلامش ما بین می آیا. که تو کی هستی که آمدی گم شده میدان جنگ سایکو اینجا چی نوشته است چون الیا برادر بزرگ او دید که داوود با آن مردان حرف میزند قهر شد و پرسید اینجا چی میکنی آن چند تا را در بیابان پیش چه کسی گذاشتی من تو آدم مزر را میشناسم و منظورت منظور بد دلت منظور بد دلت را, را میدانم برای دیدن جنگ آمدی در حالی که ایرا پدرش رایی ای کده که برو برای برادرایت یک کمی نان برو برای یک کمی هم توفه برای پیردار و صاحب را ای کده که بلکم داود اجازه داوود داود بوره بجایی که برادر تعریف کنه از او ایجا او را بدگویی میکنه خب شاید یک جنبه دیگه هم داشته باشه برادر کلان شاید میخوای محافظت کنه از برادر ریزه خود بعض وقتا امی تو از سرش میشه که تو چی میکنی اینجا آمده برو طرف خانه این میدان جنگ است برای تو نیست به هر حال در کلام مقدس خدا نوشته است در اینجا که داود گفت من چه کردم تنها یک سوال کردم این را گفت و رو به طرف شخصی دیگری کرده سوال خود را باز تکرار نمود و هر کدام همان جواب همان یک جواب را داد به داود وقتی سخنان داود را به پادشاه خبر دادن پادشاه او را به حضور خود خواست شال داود پیش خود می, می طلبه آله. شال داود پیش خود می طلبه و ازش جویا می شه و داود به پادشاه گفت خاطرتان تان جمع باشه پادشاه سلامت خاطرتان تان جمع باشه چورت نزین چرت خراب نکنین <laughs> من می روام با آن فلسطینی می جنگم شال به داود گفت تو نمی توانی حریف آن فلسطینی شوی زیرا تو یک جوان بی تجربه هستی و او یک جوان یک شخص جنگجو بوده و او از جوانی یک شخص جنگجو بوده است اما داود در جواب گفت این غلامت این غلامت داود این کسی که ریزه از کوچک است نوجوان است قد و قامتش قدیس و در میدان جنگ نرفته تا باله مثل دیگه برادرای مثل دیگه از ساکر خود پا سلامت چی میگه؟ میگه میگه که این غلامت چوپانی رمه پدر خود را کرده است و هرگاه کدام شیر و یا خرس بیاید و بری بر را از رمه ببرد من به دنبالش رفته و آن را از دهان حیوان درنده نجات می دهم و اگر به من حمله کند از ریش آن می گیرم و آن را می کشم غلامت شیر و خرس را کشته است و با این فلسطینی بی خدا که سپاه خدای زنده را می کند همان معامله را می نمایم خداوندی که مرا از چنگ چنگ و دندان شیر و خرس نجات داده است از دست این فلسطینی هم نجات می دهد ایست غیرت داود ایست غیرت داود برای خدای زنده کیست که در مقابل لشکر خدای زنده ایستاده و لشکر خدای زنده را رشخن کنه ای به غیرت داود بر میخوره غیرت داود بر میخوره. چون جز خدای داود خدایان دیگر خدا نیستند تنها خدای داود خداست تنها خدای ابراهیم خدای زنده است تنها خدای من و تو ای مسیحی خدای زنده است دیگر خدایانی نیست کلام خدایی را برای ما واضح می کنه عیسی مسیح یگانه خداوند است دیگر خدایی نیست و کلام مقدس خدایی میگه پس شاول موافقه کرد و گفت برو خدا همرایت باشه آنگاه شاول داود را مجهز ساخت کلا <تصفح> خود, خود، کلا خود،, خود برنجی به و ذره ذره پلیت ذره تنش کرد داوود شمشیر خود را بالای ذره به غلاف کرد و یک دو سه قدم برداشت و بعد ایستاد زیرا که او هرگز این چیزها را نپوشیده بود لحظا به شاول گفت من به این ترتیب رفته نمیتوانم این قدر گرنگ بود این تلوار و امی زره ای که پوشیده و کلا خودی که پوشیده که داوود را رفته نمیتونه در مقابلش یعنی این قدر نوجوان بوده جای خنده است بسیار عجیب است خداوند ما ما را بعضی وقتا با کلام خود خنده میته مثل که خداوند ما سارای را خنده داد وقتی گفت ای سارای دهی زمانی که تو نازای هستی امکان نداره کسی ای تو دیده باشه من از تو یک فرزند میارم برای ابراهیم گفت ای ابراهیم در پیری تو من تو را برکت اسحاق میتون برکت میتون که یک تفل خانه ایت یک بچه خانه ایت و از طریق از او ما انسان, انسان ها را برکت میتون داو ابراهیم و سارایم هم باور نکدن سارای خیال کرد که برو خدا که میگه شاید از طریق از ای باشه که همی کنیز مرا برد بتوم از این اولاد پیدا کنی و ای اشتباه کلان بود اشتباهی بزرگ بود چون خدا به وعده خود همیشه کامل است و او چیزی که میگه اونم رو پورا میکنه نه که اسماعیل بلکه اسحاق وعده نجات بر انسانیت از طریق اسحاق یعقوب نه از طریق اسماعیل ایجا عین گپ در هست خداوند کسی را می که غیرت داشته باشه کسی را می که او بیسته به ایمان خود نه که بلغزه و ما خداوند بخشنده است خداوند ما را معاف میکنه اگر ما به حضور او توبه کنیم از همه خاطر ابراهیم دوست خدا خوانده میشه به خاطر که او با وجود کمی های خود خامی های خود همی همیشه به تعقیب خداوند بود و خداوند هم او را برکت داد داود میگه من به این ترتیب رفته نمیتونم خداوند ما را خنده میته بعضی وقتا مثل که سارای را خنده داد سارای خنده چرا میخندی؟ و دروغم گفت نه من نخندیدم در حالی که خندیده بود پس همه را از تن کشید داوود تمامی از این چیزهایی که پوشانده بود برش برای محافظت شیر کشید بعد های خود را به دست گرفت و تا 5 و به دست گرفت و 5 تا سنگ سنگ لشم را هم از جوی برداشت هفته گذشته مده جای بودم هفته گذشته ده جای بودم و ما هفت تا سنگ ازو برداشتیم. هفت تا سنگ بسیار لشم برداشتم دیگه سنگ لشم نیست اما در جوی، اوجا یک جوی است د اینجا در وادی در اوجا سنگ لشم زیاد است دین روز اونم سنگا باز هم می دیدم در بکس خود ماندم که ایره خانه به خیر ببرم برای های خود نشان بیتیم که احتمالا این می قسم سنگار را داوود گرفته بود جوی است و در جوی سنگا لشم می باشه را ورداشت افتا سنگ می ورداشت داوود و کلام مقدس خدا در اینجا بعد از های خود را به دست گرفت، پنج تا سنگ لشم را هم از جوی برداشت و در تبراق چوپانی خود که در حقیقت انبان او بود انداخت و فلخمان خود را گرفت و به طرف رزمنده فلسطینی قدم برداشت. فلسطینی هم آمد و در حال که سپر بردارش پیشتر از او می رفت به داود نزدیک شد وقتی چشم فلسطینی به داود افتاد در نظرش بسیار حقیر آمد در نظرش بسیار حقیر نه در نظرش بسیار حقیر داود ریزه رو مثل قدیمه متوجه باشی ما یهودی ها در این وقتا زیاد ملاقات کردیم و میبینم که قد و قامتشان مثل ما واری است ما پنج نیم فوت هستم اکثرشان پنج نیم فوت هست حدود پنج پنج نیم شش زیادتر نیست و در کلام مقدس خدا در جمع می خانیم. که ای فلسطینی داود به نظر حقارت دید داود زیرا داود یک جوان خوشچهره و زیبا رو بود او به داود گفت آیا من سگ هستم که با چوب برای مقابله من می و داود را, داود را با نام خدای خود لعنت فرستاد به نام خدای خود ای فلسطینی خدای ناحق خدایی که نیست خدای که بت است تمامی های دیگر بت است به جز خدای کتاب مقدس خدای انجیل دیگر تمامی خدا ناحق هست و داوود را با نام خدای خود لعنت فرستاد بعد به داوود گفت بیا که گوشتت را به مرغان هوا و درندگان صحرا بدهم داود به فلسطینی جواب داد تو با شمشیر و نیزه میایی اما من به نام خداوند قادر مطلق خدای اسرائیل که تو تحقیرش کردی می آیم امروز خداوند مرا بر تو غالب می سازد من تو را می کشم و سرت را از تن جدا می کنم لاش سپاهیانت را به مرغان هوا و درندگان صحرا می دهم. تا همه مردم مردم روی زمین بدانند که خدایی در اسرائیل است و همه کسانی که در اینجا حاضرند شاهد باشند که زفر و پیروزی با شمشیر و نیزه به دست نمی آید زیرا جنگ جنگ خداوند است و او ما را بر شما پیروز می سازد وقت فلسطینی از جای خود حرکت کرد و می خواست به داود نزدیک شود داود فورا برای مقابله به سوی او شتافت دست خود را در تبراق کرد در اینجا ما بسیار خوش دارم را ما از یک دوکان در منطقه منطقه شهر کونه یروشلم خریدیم پلخمان سنگی ره گرفت از تبراق خود کشید و ای سنگه ده ایجه گذاشت و ما در کلام مقدس خدا می خوانیم ا مه وقتی که ریزه بدیم ایره مه می کدم و دور میته دور میته دور میته دور میته می و ایلا میته طرف فلسطینی ایلا میته و ده پیشانی از ای فلسطینی ده پیشانی جلیات می خوره و کلام مقدس خدا ده ایجه چی میگه میگه داود با یک فلخمان و یک سنگ بر فلسطینی غالب شد و در حالی که هیچ شمشیری در دست او نبود او را کشت بعد داود رفت و بالای سر فلسطینی استا شمشیر او را از غلافش کشید و او را کشت و سرش را از تن جدا کرد وقتی فلسطینی ها دیدن که پهلوانشان کشته شده همگی فرار کردند بگریزیم بعد لشکر اسرائیل و یهودا برخواستند و با فریاد به تعقیب فلسطینی ها تا جت و تا دروازه های اقرون پرداختند و جاده که به طرف شعیرین و جت و اقرون می رفت پر از اجساد مردگان بود سپس دست از تعقیب کشیده برگشتند و به تاراج اردوگاه فلسطینی ها شروع کردند بعد داود سر بریده جلیات را گرفت و به اورشلیم برد اما اسلحه او را در خیمه خداوند گذاشت ایج که داود آل پاچا به حضور خود میخواید داوود داود را که حقیر شمرده بودند داود را که پدرش گفته بود که نه نخادو باشه این هفت بچه دیگه مرا اول هفت بچه خود گذران به جای داود حتی از داود یاد نکد اول وقتی که نبی خداوند میاید و میگه که من یکی از بچه تا خداوند گفته که باید مسح کنم تا که او پادشاه اسرائیل شود یا سا دیگه بچه های خود میگذرانه که کدام از این بچه هاست اینه نو جوان اینه کلان کلان بله تمامیشان میگه نه آیا کدام کسی دیگه هم اصل خانه نگاه یک چوپان است یک بچه مصر زگه کو چوپان چوپانی میکنه اما رما را نگاه میکنه گوسفندا نگاه میکنه د وادی است او وادی بسیار مقبول است تمامی از این چیزا میگه اونموست چیز را که ما حقیر میدانیم خداوند اونمو را بلند میکنه چیز را که ما ریزه میبینیم خداوند اونمو را بزرگی میته چیز را که ما کمتر میدانیم خداوند اونمو را میگه اونمو مرد ما است مرد مَس، مرد خدا لازم نیست که بازو و قد و قامت کلان داشته باشه. مرد خدا باید دل کلان برای ملکوت خدا داشته باشه. غیرت بر ملکوت خدا داشته باشه. عیسی مسیح کسای را انتخاب کرد که بره و انجیل مسیح را بخش کنه بین مردم که وا اشخاص معمولی بودن پترس، اندریاس، یوحنا یعقوب ای اولین چهار شاگردش بود یا تماما ماهیگیر بودن یا تماما ماهیگیر بودن اتو تو کسا را خواست که خدمت کنه او را کسای کلان کلانه نه یک کتابی است که خادم خداوند جان مکارتر جونیور نوشته کده 12 ordinary men 12 ordinary دوازده مرد معمولی شما باید این را بخوانین در جستجوی از این باشین بخوانین که واقعا برکت گیرین. وقتی که داود برای جنگ با فلسطینی میرفت شاول از کماندان سپاه خود آب... آ... آبنیر پرسید این جوان پسر کیست؟ آبنیر جواب داد ای پادشاه بسر سر شما قسم است که من نمیدانم پادشاه به آبنیر گفت برو بپرس که این جوان پسر کیست حال مشهوریش رو میشه پس از آن که داود فلسطینی را کشت و برگشت آبنیر او را گرفته به نزد شاول آورد سر آن فلسطینی یعنی جولیاد در دست در دستش بود شاول از او پرسید ای جوان پدر تو کیست داود جواب داد پدر من خدمتگار شما یسا است که در بیت لحم یهودی زندگی میکنه که در بیت لحم زندگی میکنه داستان داود و جولیات ازش فیلم ها جور شده یک فیلم است به نام دیوید ان گولایت این فیلم حتما ببینیم واقعا بسیار فیلم خوبی است فیلم سینمایی است بعضی چیزایش تخیلی است و اما مطابق کلام خدا به همون ترتیبی که داود جولیات شکست داده در دا این فلم به درستی آمده باید ببینیم عهد عتیق پر نظمی قتل و خون و دیگه و دیگه است بعضی وقتا وطندارای عزیز ما میپرسه این کلام مقدس شما هم اینطور را داره و اما ما وقتی که میخوانیم اسرائیلی ها هرگز اولی نکردن که بالای مردم حمله کنند زمین که زمین خداست که برای ازوا داده شده خداوند پیش از پیش اختاریه را برای از او اقوام داده که مردم مرا غرض نگی وقتی که با غرض گرفتن در مقابلش یا جنگیدن که یا اول اولیت کده باشن در عهد جدید ما این چیز داریم خداوند هرگز نمی که ما به جنگ جسمانی بریم جنگ ما با گوشت و استخوان با انسان نیست جنگ ما با ارواح ناپاک است پاولوس رسول ای را برای ما در کلام مقدس خدا از روح خدا میگه تلوار ما تلواری نیست که جولیات استفاده میکرد و داود او را گرفته سرش برید تلوار ما کلام مقدس خداست که قلب مردم چیر کنه و داخل قلب مردم با او چیره عشق مسیح محبت مسیح فیض مسیح را داخل کنه مسئله روحانی است او وقت نبرد دست به دست بوده در عهد جدید نبرد روح با روح است روح مقدس با ارواح ناپاک خداوند از زندگی داود برای ما نشان می که ما باید برای خداوند یهوه غیرت داشته باشیم ما باید در ایمان خود قوی باشیم اگر کسی ما را حقیر می دانه، ما باید پشت گپای از وا نکنیم بلکه هدایت خدا را گوش کنیم که خدا برای ما چی داره خدا از ما چی می این مهم است نه که دشمن ما مثل جولیات بلندقامت قامت نو فوت این کلان است یک سنگ ریزه یک سنگ ریزه را میگیره گیره داود یک سنگ ریزه را میگیره آل سنگ ریزه ای ما ایمان ای ماست در کلام مقدس خدا ما می که اگر ایمان شما مثل دانه ارزن باشه که ارزن نیست که ما بر مثال مثال بتونم اما بسیار ریزه است و ما این سنگم این سنگ ریزم در مقابل جولیات چیست؟ این سنگ ریزه در مقابل جولیات چیست؟ او جولیات کلان که با شمشیر آمده که حتی پیش روی خود یک, سپاهی دیگر را داره که پیش رویش میره داود چیست؟ و اما داود در نام خدای زنده پلخمانه میگیره سنگ لش مده او میندازه و دور میته دور میته دور میته و ایلا میته بالای جولیات و جولیات از بین میره جنگ ما با شیطان می قسم است پلخمان ما کلام مقدس خداست و ایمان ماست و ما میتونیم با ایمان خود پیش رویم و شیطان شکست بتیم شیطان مغلوب چون با عیسی راه روم هر روزه با خداوند راه روم هللویا با خداوند راه روم هر روزه با خداوند راه روم وطندارای عزیز ما دعای ما است که شما برکت خدا را از کلام مقدس خدا گرفته باشین مقصد ما سفر به اسرائیل است که ما انجیل مسیح را برای شما بتانم برسانم و برای کسانی که مسیح هستند بعضی داستان های مثل داوود واری که او مرد خدا بود او کسی که گفت که خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیزی نیستم او چوپان بود حقیر بود اما خدا او را پادشاه ساخت و نبی خود ساخت و از طریق او وعده داد که مسیح موعود میآید برای نجات ما و شما و امی کارم شد یکی از نام های خداوند, خداوند ما ایسای مسیح پسر داوود است در حال که یک هزار سال بینشان فاصله است با ظهور خداوند ایسای مسیح و اما در کتاب در کتاب ابرانیان ما میخوانیم که داود مرد و اما خداوند زنده است نبوت ها در مورد داود نبود بلکه در مورد ایسای خداوند بود در کتاب انجیل یوحنا در فصل هشت خداوند ایسای مسیح میگه من هستم پیش از تولد ابراهیم من هستم از زمان ابراهیم تا داود یک هزار سال دیگه است و از زمان ابراهیم تا زمان ظهور خدا... خداوند ما ایسای مسیح به جسم انسان دو هزار سال و از زمان ایسای مسیح خداوند تا امروز که این پیامه میشنوین بیش از دو هزار سال گذشته یعنی تمامی طول از چار هزار سال هست و اما استوار بر ایمان وعده خداوند بر ابراهیم اسحاق یعقوب یهودا داود و بالاخره از طریق مریم باکره منجی بشر می آید تا که ما و شما را نجات بته داستان داود برای ما یاد می که ما ایمان قوی داشته باشیم در مقابل شیاطین بجنگیم فلسطینی ها در او زمان مثل جولیات خدای زنده را در مقابل در مقابل خود خدا لعنت میفرستید میفرستاد ای چطور به غیرت از او بر نخوره و فلسطینی ها البته قدر قوی بودن به نسبت از شخص شخصی بلند قامت که اسرائیل ها ترسیده بودن و گستاخی ماف باشه گریزان بودن اما ما داود گفت ما در نام خدای زنده امروز تو را شکست میتونم در نام خدای زنده تو رو شکست می ما هم می در نام خدای زنده تمامی جولیات های خدا تمامی چیزهایی که ما ازش می ترسیم را شکست بتیم جولیات های ما و شما چیست؟ ترس هست از کسی؟ خجالت هست از کسی؟ کدام مریضی است؟ کدام مشکلات دیگه است؟ او جولیات های ماست ما می در نام خدای زنده در نام عیسی مسیح وارا شکست بتیم یک پلخمان چیست با یک سنگ که جولیاتا شکست داد داود ایمان داود پلخما نیست و نه هم سنگ ایمان داود است ایمان داود است خداوند شما را برکت بته در فیض خداوند باشین و دعا می کنیم که خداوند کمک بکنه که شما در روح خدا رشد کنیم کلام خدا را بخوانیم کلام خدا شیرین است کلام تاریخ است و ببینین تاریخه چطور در کلام خدا زنده میشه خداوند شما را برکت بده در نام قدوسش آمین تو بود مسیح که بگرفت